اتفاق میفته، همشون هم با تقلب مردم هم میدونن، خود رژیم هم میدونه. چنین وضعی دوچار نمیشه، به چنین وضعی نمیاد. غیر ممکنه کسی فکر کنه که این یک هفته به خیابون اومدن و امروز دیگه جنگ و گریز و با پلیس درگیر شدن به خاطر اینکه مردم میخوان فقط تقلب نباشه. گویا مردم از زندگیشون راضی بودن، مسئله نداشتن، یک تقلب شده و اینها به این تقلب انقدر معترضن. و اگر یکی بیاد بگه تقلب درست شد، فرض کنید باشه احمدی نژاد میره کنار، باز شماری کردیم و موسوی اومد، جامعه میگه خب چه خوب شد برگشتیم به دوران قبل از تقلب که گویا نه گرسنگی بود، نه بی‌حقوقی بود، نه کسی کشته میشد، همه هم از جمهوری اسلامی راضی بودیم، برمیگردن به خونه‌هاش. همین تقلب تصور خیلی بزنیم همینجا یه نکته مطرح کنم. طبعا اینا که میگن این دعوای دو تا جناح و مردم نباید ملوه دست اینا بشن، قبول دارن که فرق هست، گرسنگی هست، مردم به همه اینا اعتراض دارن. اونطا میگن مگه این دعوا از سر دعوای تقلب رقیب بودن؟ اینا ولایت فقیه و احمدی نژاد، اینا اون جناح تقلب کردن به نفع یه جناح و در نتیجه خب حق اونا رو ضایع کردن. دعوا از اینجا شروع شد، این همچین مبارزه توی این ابعاد هم از همینجا شروع شد. خب بنابراین این مبارزه حقانیتی نداره، چون یه جناح حکومت، مردم به اشتباه رفتن پشت سر یه جناح حکومت تو این قضیه. بالاخره یا فریب خوردن یا امکانات حکومتی خب تبلیغی اینا زیاده، بالاخره رفتن پشت سر یه جناح دارن با یه جناح. این نهایت سفیدگریه به نظر من، کسی که چنین عذابی از مسئله داره. مردمی که میان به تقلب انتخاب میکنن، دردشون، مسئلهشون، مشکلشون با تقلب شروع نشده و فقط هم تقلب نیست. حتی اون کسی که رفته رأی داده به موسوی و الان ممکنه خودش اینطور بگه که بله تقلب شد، من میرم که موسوی بیاد و احمدی نژاد بره، هیچ‌وقت حرفش این نیست که از موسوی راضیم، یا موسوی من میدونم کسیه که میخواد بیاد دیگه گلستان کنه، یا حتی آزادی به هر معنی رقیقی بیاره. چون نه خود موسوی همچین ادعایی داره و نه جامعه یادش رفته که ایشون نخست وزیر 67 بوده و پایه و یکی از ارکان این حکومت بوده، نه بخصوص رفسنجانی که الان همه میدونن پشت این جناح موسویه. جامعه که اصلا متنفر از رفسنجانی و اتفاقات قبلی هم نشون داد، یکی از شخصیت منفور این حکومت هست. میخوام بگم همون جامعه‌ای که گرسنگی کشیده، درد کشیده، بی‌حقوقی‌ها رو تحمل کرده، همون زنی که 30 سال بدترین تحقیرها و توهین‌ها رو شنیده و خشم خودش رو فرو خورده، کارگری که زیر خط فقر زندگی کرده و شش ماه حقوقش رو نگرفته، یا جوان بیکاری که به اعتیاد رو آورده، اینها منفذی می‌بینن که بیان و پاشونو بذارن لای در به اصطلاح بین این شکافی که در کار افتاده و حرف خودشونو بزنن. اینکه میاد به خیابون و نمیگه من کار میخوام، من حقوق برابر میخوام و بسیار مستقیما آدرس نمیکنه و عنوان نمیکنه دردهاشو، به این معنا نیست که دردش همین چیزی که میگه. به نظرم توده مردم وقتی حرکت میکنه در این نوع بسیار برآمدهای اجتماعی و انقلابی، بسیار هوشیارتر و بسیار تیزبین‌تر از چنین به اصطلاح نیروهای چپی است که میخوان از کتاب ببینن چطور میشه کار کرد و چطور باید مثلا انقلاب چیست یا تعریفش چیست یا مسئله چیست. خیلی روشنه که جامعه‌ای که به خصوص جوامع اخلاص‌زده‌ای مثل ایران، وقتی مردم حرکت میکنن در شروع کار به خصوص به مکانیزم‌ها، امکانات و به روندهای موجود و در دسترس و کاملاً از نظر امنیتی، از نظر توازن قوا، از نظر زمینه‌ای که فراهم میاره کاملا حق به جانب و قابل تعرض به اونها رو میارن، چیزی برای توده میلیون مردم قابل اتکاتر و مجاب کننده تر و بنابراین به اصطلاح مساعدتر از این نیست که بگه بله یک جناح حکومت داره میگه جناح دیگر دروغگو، متقلب و حتی در مناظرهای تلویزیونی دوست جزئیات همدیگر رو میکنن و غیره، و این جامعه میگه خب اینا به جون هم افتادن، من میرم که مستقیما پایه‌های رژیم رو بزنم به این عنوان که بگم بله تقلب کردید، دروغ گفتید، یک جناحی دزد دیکتاتور باید بره و از این طریق وارد بشه. این به نظر مکانیزم واقعی حرکت هر جامعه انقلابی هست.
همه انقلاب ها اینطور شروع میشن. انقلاب از آخر شروع نمیشه، از اول شروع میشه و در قدم های اول طبیعیه که چهره های میان و میرن، رهبرانی مثل قارچ سبز میشن و به همون سرعت از بین میرن. ما در انقلاب 57 اینو دیدیم، در انقلاب روسیه اینطور بود، در هر انقلابی که شما رجوع کنید میبینید چهره ها به سرعت عوض میشن. در دوره انقلابی جامعه از اولین امکان موجود استفاده میکنه که یک کمی مثلا شکایتی داره، گله‌ای داره، با اون محور، نماد و ستون فقرات حکومت که در ایران یعنی همه میدونن فقیه، جامعه اینو میبینه، تشخیص میده، میگه موسوی رو میشناسم، که میدونم چه کاره، ولی این موسوی داره به قول خود جناح فقیه انقلاب مخملی میکنه، هر کاری که میخواد بکنه. این موسوی به هر دلیلی با هر دعوای داخلی اومده که فقیه رو بزنه و من با تمام نیرو به میدون میام به خاطر که این قابل حمله است. این شرایط به من اجازه میده، فضایی باز میکنه، شرایط مساعدی به وجود میاره که حمله خودم رو شروع کنم. بخشی از این جامعه حتما فکر میکنه که موسوی رهبرشه و موسوی پیروز بشه تمام میشه و به سلام مشروطش میرسه، ولی فکر کنم این بخش بسیار ناچیزی از جامعه است. بخش بیشتری فکر میکنه با اومدن موسوی روندی شروع میشه که این به خواسته های واقعیش و به اون به اصطلاح زدن پایه های حکومت نزدیکتر میشه. اینها رو دونه دونه میزنیم، کنار میزنیم. بخشی از امکانگارایی توش یک غلطه، حتی یه جاهایی ممکنه اشتباه کنه و روی ابهامات و توهماتش این جنبش رو در هم بکوبن، ولی در هر حال جنبش واقعی دست میبره، اولین اهرم ها، اولین امکانات، اولین موقعیت ها رو استفاده میکنه برای اینکه به خیابون بریزه و همه انقلابات همینطور شروع میشن. اساس مسئله اینه که اون نیروی که به خودش میگه چپ، انقلابی، کمونیست، اساس مسئله اینه که از پس ظاهر قضایا اون درد واقعی رو بشناسه، اعتراض واقعی و مردم رو بشناسه و بدونه وقتی که این چارچوب این دیکتاتوری اختناق شکست، وقتی حکومتی خودش مشروعیت خودش رو زیر سوال برد که در این انتخابات خصوص در یک سطح میلیونی در تلویزیون هاشون این کار رو کردن، دیگه این حرکت قابل توقف نیست، به خصوص اگر اون نیروی انقلابی ظاهر بشه و مضمون رو، شعارهای واقعی و مسائل واقعی مردم رو جلوی روشون بذاره و در این حال قدم به قدم توازن قوا رو بشناسه، شرط واقعی رو ببینه و ببینه چطور مردم به طرف حرکت میکنن. شک نداشته باشید که همینطور که دیدیم مثلا اینها دیگه توری نیست، روزهای اول رأی موسوی رأی ما رو پس بگیر یک شعار لااقل اساسی بود، شعار دیگه هم همون روز بود، ولی این رو میشه گفت شعار رایج و مسلطه. امروز مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای شعار مسلطه. امروز مرد میگه کسی یادش نیست که کی چطور تقلب کرد. امروز مردم اومدن حرکتی که شروع کردن، حرکتی که ظاهرا اعتراض به انتخابات یا دفاع از جناحی در مقابل جناح دیگه بود، اینطور که این دوستان چپ ما ارزیابی میکنن، عرض یک هفته به جایی رسیده که میبینیم با شعار مرگ بر دیکتاتور و با شعار مرگ بر خامنه‌ای مشغول جنگ خیابونی و جنگ گوز خیابونی شروع شده. جامعه یک پارچه خشم، خروش، فریاد میزنه، هیچ کس نمیتونه این پتانسیل و این خشم عظیم مردم رو به حساب انتخابات بذاره. برعکس، حتی در دوره انتخابات این مردم بودن که موسوی رو به دنبال خودشون میکشن. امروز که خیلی روشن اینطوره، موسوی در یک بیانیه که همون دیشب صادر کرد گفت که من اعتراف میکنم که از مردم آموختم، من اعتراف میکنم که مردم به من راه نشون دادن. یک درجه حالا اون رو میگه برای اینکه بگه مردم در چارچوب نظام دارید کار میکنید، ولی یک جنبه از حقیقت که شاید خودش نمیخواسته به اعتراف کنه در این گفته هست. به این معنا هست که تحمیل شد حرکت خیابان به من. موسوی انتظار داشت، فکر میکرد از کانال‌های قانونی در چارچوب نظام بدون که پایه‌های نظام به هم بریزه میتونه تصفیه